دوستان سلام امیدوارم که خوب و خوش باشید رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پورت آکادمی مثل همیشه در خدمتتونم تو این جلسه ویدیویی میخوایم بریم سراغ مدیریت آبجکت ها اینکه چطور گروه درست کنیم از آبجکت گروه در گروه کنیم این موارد و از حالت گروهی اینا رو خارجشون کنیم همه این گزینه‌ها رو بهتون آموزش میدم در کنارش میخوام بهتون بگم که چطور میتونیم چینش این آبجکت ها و المان های داخل سفرم کنترل کنیم یعنی چطور آبجکت ها رو بیاریم روی ما بقیه موارد یا یه سری از آبجکت ها رو ببریم پشت دیگر آبجکت ها اینا رو قرار بدیم این نحوه چیدن و این نحوه روی هم قرار گرفتنشون رو کنترل کنیم. ازتون درخواست میکنم قبل از شروع ویدیو لطفا ویدیو رو لایک کنید. توی کانال یوتیوب پورت آکادمی سابسکرایب کنید و لطفا اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندین. بریم ویدیو رو شروع کنیم. خب از نحوه ایجاد گروه شروع میکنیم. برای استارت کارمون یه شیپ ترسیم میکنم برای مثال یه مربع به این شکل یه دونه مربع به این شکل که فقط استروک دارن هیچ مورد دیگه‌ای نداره رنگشون هم نمی‌کنم یه مربع کوچیک دیگه حالا مثلا چهار ای هایی اینجا من ترسیم میکنم به این شکل داشته باشین خب دوستان عزیزم ببینید اگر نیاز داشته باشیم که یک سری تغییرات رو روی چند تا شیپ به صورت همزمان ایجاد کنیم میتونیم اینها رو گروه کنیم و به صورت گروهی روشون تغییرات اعمال کنیم یا جا جابجاشون کنیم سایزشون رو کوچیک کنیم رنگ بندیشون رو تغییر بدیم و موارد این چنینی برای مثال اگر من این مورد رو انتخاب کنم این گزینه که اینجاست دکمه شیفت رو هم بگیرم این مورد کناریش هم انتخاب کنم یا با درگ کردم دوتاشون رو انتخاب کنم هیچ فرقی نمیکنه میتونم بیام سراغ گزینه Object و گزینه Group اگر اینجا بزنم یا Ctrl G روی کیبوردم رو بزنم Ctrl G برای ویندوز Command G برای مک این دوتا رو با هم گروه میکنه ببینید اگر من یکیشون رو انتخاب کنم از این به بعد هر دوتا مورد در حالت انتخاب قرار میگیرن حالا من میتونم مثلا بیام و رنگشون رو عوض کنم مثلا رنگ ساین رو براشون انتخاب کنم رنگ قرمز رو براشون انتخاب کنم استروکشون رو میتونم تغییر بدم مثلا بیام اینجا چند پیکسل به استروکشون بدم و میبینید که کار تغییر میکنه حتی میتونم سایز رو تغییر بدم ببینید سایز یکی که تغییر میکنه اون یکی هم به همون میزان بر حسب اندازه های قبلی خودش البته کوچیک میشه این اگر 10 درصد سایز این کوچیک میشه 10 درصد هم این تغییر میکنه دکمه شیفت رو هم اگر نگه دارم باز میتونم سایز کوچیک و بزرگ کنم به هر حال این دوتا به یک اندازه به یک شکل تغییرات روشون اعمال میشه حالا اگر من بخوام یه موردی رو به این گروه یه مورد جدید رو به این گروه اضافه کنم چه کاری میتونم انجام بدم این گروه انتخاب میکنم دکمه شیفت رو نگه میدارم اون مورد جدید رو هم انتخاب میکنم باز هم دکمه کنترل جی رو میزنم حالا این تا با هم گروه شدن یعنی اون دوتا قبلا توی گروه بودن این یکی هم بهشون اضافه شد که اگر من بیام رنگ کار بخوام تغییر بدم الان به خاطر اینکه تفاوت وجود داره یکیشون رنگ نداره این دو تا دیگه یه رنگ مشابه دارن این یکی الان قابلیت اینو نداره که مثل دوتای دیگه بشه مگر این که من بیام با ابزار دیرکت سلیکشن این رو انتخابش کنم اینجوری میتونم بدون اینکه گروه باشه انتخابش کنم و یه رنگ مثل رنگ قبلی رو برای این به وجود بیارم استروکی که به اینا داده بودم رو انتخاب کنم مثلا هشت پوینت بوده به اینم هشت تا بدم مثلا اینجا اینو تبدیلش کنیم به هشت حالا اگر بیام با سلیکشن تول اینا رو انتخاب کنم به این شکل میبینید کل گروه انتخاب شده یکیشون هم انتخاب کنم همه انتخاب میشن و حالا تنظیمات به شکل دیگر موارد در اومده همه رو الان میتونم با هم دوباره تنظیماتش رو تغییر بدم مثلا رنگشون رو دوباره اگر تغییر بدیم به یک شکل با هم تغییر میکنن یه چیز دیگر هم بهتون بگم ببینید اگر بخوایم یکی از این شیپ ها رو استفاده کنیم هم میتونیم از دیرک سلکشن استفاده کنیم تک تک انتخابشون کنیم همین که میتونیم با سلکشن uh, تول اول بیایم اینا رو انتخاب کنیم گروهش مشخص میشه یعنی یه کادرم دور گروه هست uh, و بیایم روی که این شیپ ها حالا دابل کلیک کنیم مثلا روی این اگه دابل کلیک کنم اول گروه قبلی رو داره به من نشون میده چون اگه یادتون باشه یه گروه بود یه شیپ بهش اضافه کردیم گروه در گروهش کردیم یعنی یه گروه رو به گروه دوم اضافه کردیم حالا برمیگردیم به اون گروه اولیه قبل از ادغام شدن دوباره اگر دابل کلیک کنم برمیگردیم به شیپ اینجوری میتونیم لول به لول بین گروه جابجا جا بشیم و برگردیم برسیم به اون شیپی که مد نظرمونه حالا میتونیم اینجا تغییرات رو فقط روی این شیپ اعمال کنیم که به این شکل من میخوام بذارم بمونه حالا اگر بخوام آن گروپشون کنم چه اتفاقی میفته به چه شکلی میتونیم این کارو بکنیم دوباره میریم سراغ منو گزینه آبجکت و گزینه آن گروپ رو میزنم یا کنترل شیفت جی رو میزنم که آن گروپ بشه به این شکلی میبینید آن گروپ شد ولی یه مرحله به خاطر اینکه قبلا یه گروه بود یه گروه بهش اضافه کردیم رو بارها دارم تکرار میکنم اگر دقت کنید الان این مورد از این گروه جدا شده دوباره میتونیم این گروه رو انتخاب کنیم کنترل شیفت یا اینکه بریم سراغ آبجکت و آن گروپ رو بزنیم یا اینکه اصلا بیایم یه رایت right کلیک کنیم اینجا و گزینه آن گروپ رو اینجا انتخابش کنیم اینجا هم هست میتونید کار رو انجام بدید حالا اگر ببینید اون گروه اولیه هم آن گروپ شد حالا اگر بخوایم باز هم میتونیم اینا رو مثلا سلکت کنیم رایت کلیک گزینه گروپ اینجا هست میتونیم ازش استفاده کنیم حالا اجازه بدین من این شیپ ها رو روی هم بذارم به این شکلی که این مورد رو هم انتخاب کنم اینم بیارم بذارم اینجا یه رنگم براش انتخاب کنم دونه دونه الان بزنیم من رنگای اینا رو عوض کنم که بهتر متوجه بشین چه تغییراتی داره شکل میگیره به این حالت خب دوستان عزیز اگه تا اینجا ویدیو از این موارد خوشتون اومده ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پویت سابسکرایب کنید اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندین منتظر کامنتاتون هم هستم بریم ادامه ویدیو رو ببینیم ما زمانی که داریم شیپ ترسیم کنیم یا هر لایه رو داریم در سندمون به وجود میاریم چه تکس باشه چه شیپ باشه چه مسیر باشه هر چیز دیگه ای بر اساس اولویت اون شیپ, شیپ یا شکل جدید یا هر المان جدیدی روی ما موارد قرار میگیره یعنی جدیدترین کارمون روی کارهای قبلی قرار میگیره به ترتیب اولویت ترین کار در پشت همه موارد قرار میگیره جدیدترین کار جلوی همه روی همه قرار میگیره که میتونیم ازشون استفاده کنیم حالا چطور میتونیم اینا رو جابجا جا کنیم خیلی مهمه به خاطر اینکه برخی مواقع ممکن نیاز داشته باشیم مثلا این کاد زرد رو بیاریم جلو نیاز بر این باشه که مثلا آبیه رو بیاریم جلو ببریمش عقب اگر بخوایم دوباره ترسیمش کنیم خب باید دقیقا همین سایت رو داشته باشیم کار سختیه بنابراین بهتر که اصلا حذفش نکنیم یه راه ساده تر وجود داره ما میتونیم بیایم اینا رو جابجا جا کنیم بنابراین میریم سراغ آبجکت اول شیپمون انتخاب میکنیم مثلا میخوایم اینجا به جا بشه انتخابش میکنیم میریم سراغ آبجکت گزینه ارنج رو اینجا میبینید اگر گزینه برینگ تو فرانت رو بزنم به ترتیب اینا دقت کنید دوستان عزیز اگر گزینه برینگ تو فرانت رو بزنم این مورد رو به طور کامل به بالاترین سطح میارم ببینید اگر من کلیک کنم میاد روی همه دیگه من هر درگش کنم روی مابقی اجسام قرار میگیره چند کنترل زد بزنم برگردید سر جای قبلیش object arrange گزینه bring forward رو اگر بزنم فقط یک لول میاد جلو یعنی شیپ های دیگر رو بررسی میکنه و میاد فقط روی مورد بعد از خودش قرار میگیره میبینید این مورد بعد از خودشه ولی اگر بیارم اینجا زیر این کار قرار میگیره چون این اصلا جدیدتره پس موردی که بعد از این ترسیم شده یعنی رنگ قرمزه رو فقط روی این مورد قرار میگیره حالا چند تا کنترل زد دوباره برگردیم سر جای قبلی دوباره object arrange گزینه سوم send backward send backward یه لول کارو میبره عقب یعنی شیپی که قبل از این ترسیم شده اینو میفرسته پشت اون تا الان جلو می اومدیم این میره پشت جسم قبلی یا شیپ قبلی قرار میگیره send backward اینو میفرسته پشت اون کار بعد قبلی خب من میتونم گزینه آبجکت رو بزنم چند تا لول اینو بیارم جلو یا اینکه مثلا حالا اینو انتخاب کنیم که از همه جلوتره بریم سراغ object ارنج send بکورد رو یه بار بزنم میبینید یه مرحله اومد عقب ولی هنوز روی اون دوتا کار دیگه قرار داره دوباره object ارنج send بکورد دوباره میاد زیر شیپ قبلی روی اون شیپ دیگه موند چون اون پشت کار هم از پشت همه قرار گرفته ولی من یه کنترل زد بزنیم بزنم. برگردیم روی این دوتا اگر گزینه آبجنت آبجکت و گزینه سنتو رو بزنم دیگه بر حسب اولویت مرحله مرحله عقب نمیره یه میره پشت تمام کارها هر چقدر المان در این لایه دارین میره پشت همشون قرار میگیره سنتو بک رو بزنم میبینید رفت اون پشت قرار هر گرفت هرچند که من بازم جابجاش میتونم بکنم مثلا بیارم اینجا ببینمش اینا روش هایی که شما میتونین جابجا جا کنید اجسامتون رو این رو هم بهتون بگم تمام این کاره که الان اینجا انجام دادیم و با رایت کلیک و استفاده از گزینه ارنج میتونیم دوباره ازشون بهره بگیریم اینجا اگر بخوام میتونم مثلا برینگ تو فرانت و برینگ فوروارد برینگ بکوارد و send تو بک رو دوباره استفاده کنم کلیدهای میانبارشون رو هم جلوی این دستورات دارید میبینید از کلیدای میونبار هم میتونید استفاده کنید برای اینکه کارتون راحت تر بشه به نحوی و به نوعی خب این جابجایی اجسام یه راه دیگه هم داره که اگر مثلا تعداد شیپاتون تعداد لایهاتون خیلی زیاد بود در سند اینکه دونه دونه مرحله به مرحله بکفورد بزنین یا سند مثلا فوروارد رو بزنین دونه دونه بیاین جلو یه مقدار کار سخت میشه براتون و یه راه حرفه دیگه هم وجود داره البته که در درس های آینده حتما سراغ پنل لیرز میرم اونجا در ارتباط به لایه هامون کامل با اتون صحبت میکنم اما گزینه لیرز رو اینجا من بهتون نشون بدم فقط این مورد رو با هم چک کنیم اگر ندارید لیرز رو میتونید برین سراغ ویندو و لیرز رو اینجا فعالش کنیم دکمه F7 روی کیبورد رو بزنیم فعال میشه پنل لیرز رو بیارم میتونم دونه دونه اینا رو اولا که چشمیشون رو بزنم ببینم کدوم مورد مد نظرم یا اینکه اینجا اول انتخابش کنم به محض اینکه انتخابش کنید این دکمه آبی رنگ جلوی اون لایه به نمایش در میاد که الان کدوم لایه رو دارین انتخاب میکنید بعد این لایه انتخاب شده رو الان آبیه شد. این آبی جلو شو ببینید یه دونه باکس کوچولوی آبی جلوی اون ریکتنگلی که من انتخاب کردم اینو میتونم درگ کنم بیارم بالا قرار بدم مثلا بذارمش اینجا میبینید با کشیدن و رها کردن میتونیم اینو بین لایه های دیگه جابجا جا کنیم اگر مثلا 50 تا لایه داشتین 50 تا شیپ و تکست و موارد مختلف داشتین اینو میتونید درگ کنید بیاریم بندازین روی مابقی لایه‌ای که مد نظرتونه که اینجوری قرار بگیره یا اینکه درگش کنیم مثلا ببریم بندازیمش پایین لایه ها پس از این مورد هم میتونید استفاده کنین در ارتباط پنل لیرز حتما باهاتون صحبت میکنم به طور کامل و حرفه‌ای میریم سراغش همه چیشو بررسی میکنیم در آینده اصلا عجله نکنید فقط میخواستم بهتون توضیح بدم در کنار این موارد دستوری که بهتون یاد دادم برای جابجایی اجسام گزینه لیرز هم هست که میشه ازش استفاده کرد خب توضیح دیگه ای نمیمونه دوستان عایزم. در ارتباط با این موارد باهاتون صحبت کردم که چطور جابجا جا کنیم شیپ ها رو و چطور گروهشون کنیم آن گروپشون کنیم با هم تغییراتشون اعمال کنیم که همه درس هایی که بهتون میدم مطمئن باشید مهمن زمانی که یک پروژه رو بخوایم اجرا کنیم به همه اینا نیاز داریم فکر نکنید خب این مسئله مهم نیست ازش بگذریم ولش کنیم اگر مهم نبود اصلا آموزش نمیدادم این گزینه ها رو هر چیزی که آموزش میدم پس حتما مهمه ازتونم درخواست میکنم مثل همیشه همه ویدیو رو تمرین کنید بعد از آموزش در انتهای ویدیو هم ازتون درخواست می کنم لطفا ویدیو ها رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پروت آکادمی سابسکرایب اگه نکردین سابسکرایب کنید و لطفا برام کامنت بذارید دوستان عزیزم باز هم همراه شما خواهم بود متشکرم موفق باشید